بازم شبات شلون میگم خدمتتون. در ماه تموز هستیم، ساین کانسل، کانسلیشنی که ابراهام آوینو اسمشو گذاشته سرطان، به انگلیسی هم بهش میگن کانسل. چرا ابراهام آوینو اسم این ماه رو انتخاب کرد؟ سرطان، کانسل، به خاطر اینکه پادزهر واکسینیشن تمام بیماری های دنیا در ماه تموز هست. مقوبالیم عقیده دارن که اگر در ماه تموز خودمون رو کانکت بکنیم به نوری که از خوندن سفر تورا در شبات های ماه تموز به وجود میاد، خودمون رو کانکت بکنیم، مسون میمونیم از هر بیماری و میدونیم که مادر تمام همین بیماری ها از فشالام سرطان هست. دلیل اینکه ابراهام آوینو امفسایز میکنه که انرژی این ماه سرطان هست، نه اینکه حسب شالام خطری هست، بلکه دوباره تکرار میکنم پادزهرش هست، واکسینیشنش هست. پارشه هایی که در این ماه خونده میشه، تمام این پارشه ها انرژی هیلینگ، انرژی کلنزینگ، انرژی پاکی داره. پارشه هایی که امروز خونده میشه، پارشه های خوکت، قدرتی درش هست، انرژی فورسی درش هست که میتونه ما رو نجات بده، ما رو پاک کنه، ما رو طاهر کنه، ما رو قدوشا کنه. اینه که این زخوت رو داریم که به خاطر بر میتوای جستین، یعقوب و به خاطر شبات عروسی خانواده کرندیان که مهمونات تشریف آوردن، نه تنها یک سیمخا رو داریم سلبریت میکنیم، جشن میگیریم، بلکه زخوتی هست که با شنیدن این پاراشا برای خودمون پاکیزگی سپریچوالیتی، پاکیزی روح و روان بیاریم. اوج قدرت هیلینگ این ماه در پاراشای پینخاس هست، شبات دو هفته دیگه. هفته آینده پاراشای بالاک رو میخونیم، صحبت خواهیم کرد راجع به انرژی پاراشای بالاک. پاراشای بالاک به ما کمک میکنه که هر چیز نگتیوی که اطرافمون هست تبدیل کنیم به پازیتیو. بیشتر راجع به شبات دیگه صحبت میکنیم، ولی همونطور که گفتم اوج قدرت هیلینگ، سلامتی در پاراشای پینخاس هست. شبات دو هفته دیگه، جولای 15، ساتردی جولای 15، از همتون دعوت میکنم که حتما سعی کنید در این ماه خوندن تورای شبات ها رو شرکت کنید و بتونید این نور رو وارد وجودتون کنید، مخصوصا پاراشای پینخاس دو هفته دیگه. من امروز صحبت رو کوتاه میکنم به خاطر اینکه دو تا سیمخا داریم و مهمونا زیادن و میخوام که اونقدر که میشه همه مهمونا آلیا بگیرن، نور رو دریافت کنن. فقط یکی دو مورد کوچک رو صحبت میکنم. پاراشای خوکت در آغاز که صحبت از رد هایفر میکنه، اون گاو قرمز، کمک میکنه، خیلی سریع میگم، کمک میکنه که ما رو بشوره، ما رو پاک بکنه. اگر خدایی نکرده انرژی نگتیوی که باعث مرگ میشه از ما دور شه. As simple as that. و تنها طوری که میتونیم به این انرژی دست پیدا بکنیم اینه که موقع خوندن تورا ساکت باشیم، گوش بکنیم و سرتنتی داشته باشیم، امونا داشته باشیم که با خوندن تورای امروز من برای خودم پروتکشن شیلی رو به وجود میارم، خودم رو در میکوی فرو میکنم، در مخزن آبی فرو میکنم که تمام پاکیزگی که احتیاج بهش داریم که خدای نکرده
اند رو مرگ رو دور کنیم از خودمون. وقتی که میگیم مرگ، نه تنها مرگ فیزیکلی هست، بلکه خدای نکرده اتمام هر چیزی هست که نباید باشه توی زندگیمون. خدای نکرده اگر ریلیشنشیپی داره خراب میشه، این شبات میتونه این ریلیشنشیپ رو ترمیم کنه، درست کنه. اگر خدای نکرده از نظر بیزنس، از نظر ساستننس قرار اتفاقی بیفته، تموم بشه، این شبات خوندن این تورای امروز کمک میکنه که همه چیز دوباره درست بشه. در این پارشا هست که مردم تشنه میشن، از مشه آب میخوان. قصه عجیبی است. خدا به مشه میگه عصاتو بردار، با سنگ صحبت کن و از این سنگ آب میاد. ما میدونیم که قبل از طوفان نوح تنها چیزی که هیلینگ به وجود می آورد آب بود. اگر کسی مریض بود، با خوردن یک لیوان آب، یک قطره آب، سالم می شد. موشه به خاطر اینکه مردم کانشسنسشون پایین بود، باور نداشتن، همونطوری که ممکنه بعضی از شما داوت داشته باشید که این صحبتایی که نادر امروز میکنه چی هست و باور نداشته باشید، اون موقع هم مردم باور نداشتند و موشه به جای اینکه با سنگ صحبت بکنه که از خودش آب به وجود بیاره، به سنگ کوبید. آب از سنگ اومد بیرون، ولی احتیاج نبود که موشه به سنگ ضربه بزنه. امروز شباتی هست که احتیاج نیست ضربه بزنیم به چیزی، احتیاج هست که فقط با کانشسنس، با سرتنتی، با ابسولوت امونا آب زندگی رو بیاری توی زندگیتون، ببینیمش، برخای زندگی رو ببینیم. در این پارشا هست که میریام از دنیا میره، خواهر موشه. وجود آبی، چشمه آبی که برای بنی اسرائیل بود در صحرا، به خاطر وجود میریام بود. شاید قصه به شما این دعوت به وجود بیاره که چون میریام نیست، آب نیست. ولی میدونیم وقتی که یک صدیقی از دنیا میره، تمام نورش، تمام انرژیش در اون روز، در این شبات پخش میشه توی دنیا. انرژی میریام، انرژی زندگی در این سفر تورای امروز هست، از خوندن تورای امروز هست. مبارکتون باشه. در این پارشا هست که اهرون، مظهر عشق، مظهر صلح، مظهر پاکیزگی، مظهر کوهن گادول، از دنیا میره. باز تکرار میکنم، یعنی مکسیموم نور و انرژی اهرون رو امروز دریافت میکنیم. شاید بی جهت نیست که بر میسوا داریم، عروسی داریم، مموریال داریم. شباتی هست که در ماه تموز میتونیم زندگیمون رو عوض کنیم. چطور میتونیم زندگیمون رو عوض کنیم؟ کانشسنسمون رو عوض کنیم، پرسپشنمون رو عوض کنیم، دنیا رو طور دیگری ببینیم. بدونیم که نشامای ما تقاضا میکنه از خدا که درش، در زندگیش، برای جسمش، برای بدنش چلنج به وجود بیاره تا بتونه با حل کردن چلنج ها، با مقابله کردن چلنج ها نور رو ببینه. شباتی هست که میتونید تمام شل هایی که، تمام جداره هایی که اطرافمون رو گرفته که باعث میشه که نور رو نبینیم، نور رو ببینید. شبات شد.